مانیتور 24 اینچ 100 هرتز 1 میلی ثانیه پنل IPS به نظرتون زیر 6 میلیون تومان ارزش خرید داره یا نه؟ یا اصلا مشخصاتی که شرکت گفته راسته یا دروغ؟ هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علی استاد هستم، یکی از ارزون ترین مانیتور گیمینگ آوردیم، می‌خوایم با هم یه بررسی کنیم، آنباکسش کنیم و کلا درباره‌اش صحبت کنیم. TM یا همون تویست مانیت 24 100 IPS 1 میلی ثانیه اینجاست که مدلش هم یه همچین چیزیه، مدل خیلی خاصی نداره، کلا مشخصات مانیتور اومدن نوشتن به عنوان اسم مدل. خب فول اچ دی 24 اینچ گفتن 1 میلی ثانیه است، 100 هرتز، البته خب حالت 60 هم داره ولی خب معمولا بالاترین حالتشو میگن، و پنل IPS گفتن که پنل IPS دیگه. بخوام از مشخصاتش براتون بگم، AMD FreeSync ساپورت میکنه و گفتن که جی سینک کامپتیبل هم هست، یعنی میتونه جی سینک هم ساپورت بکنه که نمیکنه. خب بریم بازش کنیم، یه مقدار بیشتر در مشخصات فنی صحبت کنیم و تاش هم یه تست درست حسابی ازش بگیریم. خب بریم سراغ باز کردن مانیتور. راستی هم رفتم بگم گارانتی HDMI MIT هم داره این مانیتور عزیز، قیمتش هم زیر 6 هولوش 5 تومن قیمتش. خب اگه ویدیو قبلیمون درباره مانیتور MSI که 27 اینچ خیلی مانیتور قوی هم بود دیده باشین، یه صحبتای درباره ریسپانس تایم مانیتورا کردیم، چون اون مانیتور هم پنل IPS بود و 1 میلی ثانیه. باز شد دیگه. صحبتمون درباره این بود که خیلی از مانیتورها میزنن 1 میلی ثانیه، میزنن 1 میلی ثانیه، ولی این دیلی، این تاخیر صرفاً تو بهترین حالت رفقا، بهترین حالت ممکن، حتی شما رفرش رو ببرید بالاتر بدتر بشه، ممکنه مثلا از رنگ‌های مختلف به رنگ‌های مختلف تغییر رنگش این دیلی باز بیشتر بشه، کلا خیلی نباید به اون عدد آدم اطمینان کنه. این 1 میلی ثانیه که بیشتر میزنن دیگه حالت تبلیغاتی تو پیدا کرده، مثل مثلا همون قضیه جی سینک. الان مثلا همین مانیتور به سایت زده جی سینک کامپتیبل، نزده که جی سینک داره، یا کلا انواع مختلفی وجود داره از جی سینک و AMD FreeSync که واقعا باید یه ویدیو جداگونه درباره این سینک ها کلا واسهتون بسازیم. اینکه دفترچه‌شه و مصرف انرژی ایه خوب نیست. آن راستی در روشنایی صحبت نکردم، 250. خیلی از IPS ها روشنی آنچنان بالایی ندارن، در باره HDR هم که بخوام صحبت کنم خیلی ها در باره HDR صحبت میکنم، میگن آقا این HDR های 400 و اینا کلن زیر 500 HDR به حساب نمیاد، ولی خب دیگه خیلی باور نکنید اینا که مانیتور که میزنن آقا HDR ساپورت میکنم، نه باور نکنم. آن راستی کابلش بیدم رفت، یه دونه HDMI دیگه داره، فقط یه دونه HDMI گذاشتن، آداپترش و پایش هم در بردن، اینم یه تیکه دیگه از پایش. بریم سراغ خود مانیتور. خود مانیتور طراحیش مثل همون 24 یا 27 اینچی بود که قبلا آنباکس کردیم، گفتم خیلی شبیه جی پلاسه، طراحیش همون طوریه. بغل بخواید نگاه کنید، این پشت قلمبه داره که مدار مدار اینجاست، خود پنل مانیتور خیلی نازکه، پنل از این داره 7 8 8 میده، از یه سانت کمتر. اینجا شما دادن یه حالت برجسته انجام دادن، مثل قبل نیست، یه دایره هم انداختن اینجا، اسپیکراش هم که دارید میبینید از جلو نشون دادن. خود پنل مانیتور خیلی حاشیه کمی داره، ولی احتمالاً پیکسل کار نکردن دیگه، مثلا همه مانیتورشون همینجوریه. یه TM هم که اینجا لوگو کار. خب من پایش هم بست کنم که این توی دستم نگیرم، خیلی هم سنگین نیست واقعا مانیتور سالوکی. یه پورت VGA داره، دو تا جک سیگنال یونیتی، یکی واسه این، یکی واسه اوت، و HDMI هم که میخوره دیگه گذاشته. چرا اینو دارم باز؟ خب یه چند دقیقه طول کشید پایش رو جا بزنیم، خیلی سفت بود. باید جا رفتن پایش مثل مدل قبلیش بود، میگم این سری خیلی سفت بود. واقعا من گوشم اذیت شد. بگذریم. قابلیت تنظیم ارتفاع نداره، ولی خب صرفا اینطوری میشه. خیلی پایه خاصی نداره، خیلی هم فلزه، ولی آدم احساس میکنه میخواد بشکنه، زیاد زیاد بهش فشار بیاره، انگار میخواد بشکنه. من خیلی باش بر رفتم آخه. خب بگذاریم، اینم از این. روشن کنیم یه مقدار درباره
یه میلی ثانیه بودنش هم یه توضیحاتی بدم. درباره گستینگ که تو اون مانیتور MSI هم چک کردیم بازم صحبت بکنیم و نکته دیگه به ذهنم نمیزنه. البته نمیدونم 100 هرتز گیمینگ به حساب میاد یا نه، چون الان دیگه خیلی از آی پی اس ها بچه‌ها دارن 100 هرتز میشن، آی پی اس 60 مثلا، خود MSI هم یه مدل زده 24 100 هرتز تقریبا مثل همین، یه مقدار ولی اختلاف قیمت 1 میلیونی دارن با هم دیگه، یه مقدار گرونتر. راستین آداپترش هم از این ستایاست که باید تبدیل بزنید دوازتون باش. ما خودمون مانیتور 60 هرتز داریم اینجا براتون، حالا مقایسه تست گستینگ یا اونم میذاریم که حالا خودتون مقایسه کنید ببینید این مانیتور نسبت به آی پی اس های 60 هرتز معمولی گستینگش بیشتر شده یا کمتر. بچه توی این قسمت ادوانس دیسپلی سیتینگ میتونید رفرش ریت مانیتورتون رو تغییر بدید. خیلی از مانیتورها رفرش ریت بالایی دارن ولی اینجا روی مثلا 60 خودشون قفل شدن، یعنی خود ویندوز میتونید تغییرش بدید. خب اینم سایت ایزو یه همچین چیزیه واسه تست مانیتوره، تست کنید ببینید پیکسل سوخته نداشته باشه، پیکسلاش بتونن هر رنگی رو اجرا بکنن، قرمز و آبی و سبزش رو تست میکنیم و اینجور. خب احتمالاً الان شما گستینگ اینو نبینید. گستینگ بچه این اجسام که حرکت میکنن اون حاله‌ای که پشت جسم به وجود میاد اونم بر اثر چی به وجود میاد؟ بر اثر این به وجود میاد که اون پیکسل مانیتور خیلی با سرعت بالا نمیتونه رنگ خودش رو تغییر بده. به قدم این جسم که داره حرکت میکنه تا اون پیکسل بیاد به رنگ این جسم شه بعد دوباره برگرده به حالت قبلیش، و دقت کنید که بعد بک‌گراند اومده توسی گذاشته، چون که کلن تغییر از رنگ توسی و به رنگ توسی خیلی از همه بیشتر زمان بره. معیار GTG شاید شنیده باشین که گری تو گریه، یعنی رنگ توسی رو تغییرش بده و دوباره به توسی برگردونه. این تایم از همه تایم بیشتر طول میکشه واسه یه پیکسل، به خاطر همین ریسپانس تایم ها رو نمیان هیچ موقع GTG بذارن. مثلا نمیان بگن آقا این مانیتور جیتیش انقدره مثلا 20 میلی ثانیه است، که مثلا شما که خریداری ماکسیمم حالتشو نمیده، به شما مینیمم حالت ریسپانس تایم رو میگن. به خاطر همین این حاله مخصوصا تو رنگ توسی و حالا مشکی هم یه مقدار بیشتر به وجود میاد که بهش میگن گستی. خیلی راحت و حالا بستی به چشم خودتون داره، بستی به سرعت اون جسمی داره حرکت میکنه داره قطعا. و خب بعضی مانیتورا میان یه حالتهای رول کلاک میذارن که اون ریسپانس تایم رو باز بیارن پایین‌تر. در مورد منوش هم یه منوی خیلی ساده، خیلی ساده اینجا برایتنس و نمیدونم پوزیشن خود تصویر و البته فیلسینک هم داره دیگه، گفتم میتونید آن آفش کنید. رنگ و اینجا هم که درباره لنگویج و این چیزاست کلا چیز خاصی نداره. این آخر هم توضیح داده که فول اچ دی 100 هرتز و البته گفتم دیگه برای اینکه روی 100 هرتز استفاده کنیدم بعد داخل خود ویندوز ادوانس مانیتور سیتینگ اونجا تغییر میده. یه تست دیگه هم هست مثلا همین قضیه گستینگ که شما مثلا بهتر متوجه بشید که تست UFO حالا الان میاریم که توی سه تا رفرش ریت مختلف بر شما برسیم. نتیجه تستمون به اینجا رسید که گستینگ و ریسپانس تایم بالای این مانیتور با مانیتوری که ما داشتیم 60 هرتز تقریبا یکسان بود، ولی رو حالت 100 هرتزش یه جورایی انگار همون ریسپانس تایم مونده بود رو حالت 100 هرتزش و دیدیم گستینگ و این چند تا تصویر شدنه بیشتر شد. حالا با توجه به عکسایی که گرفتیم شما خودتون میتونید موضوع رو متوجه بشین. پس حدسی که من زدم درباره این مانیتور پنل همون پنل مانیتور 60 یا 75 هرتز صرفا اورکلاک شده و تغییر آنچنانی نداشته. پس اگه همون حالت گستینگ اذیتتون میکنه یا همون حال دار بودن تصاویر در حال حرکت میتونید این مانیتور با حالت 60 هرتز ازش استفاده کنید. و این نکته هم در نظر داشته باشید اگه مانیتور واسه گیم دارید میخرید توی بازی های شوتینگ و خیلی کامپتیتیو اونها بچه‌ای که خیلی حساسن رو FPS و نمیدونم این چیزا خیلی مانیتور خوبی نمیتونه براتون باشه. برای بچه‌هایی که مثلا ژانر بازی میکنن که مومنت آنچنانی نداره، نمیخوان خیلی سریع حرکت بکنن، نمیدونم 360 تیر بزنن اینجور حرفا، مثلا اونا میتونه خوب باشه. حتی اون حالت 100 هرتزش هم قابل قبوله، خیلی با چشم که میگم مومنت خیلی سریع نداشته باشه اوکیه. ولی کلا برای بچه‌هایی که ژانرهای دیگه بازی میکنن مثلا 100 هرتزش میتونه تجربه خوبی باشه. خب بخوام نتیجه گیری کنم رفقا، با توجه به اینکه اولا که 24 اینچ اندازش مناسبه، 100 هرتز پنل IPS کیفیت رنگ مناسبی داره و
قابل قبوله، توضیح دادم در موردش. به نظرم با قیمت تقریبا 5 میلیون تومان خیلی به صرفه میتونه باشه برای بچه‌ای که خب هزینه بیشتر نمیتونن بکنن. من همیشه تو مانیتور گیمینگ بچه‌ای که میپرسیدن، خب برند ایس و بنکیو رو همیشه پیشنهاد میکردم، ولی خب توی ستمان برندیه که خیلی اقتصادیه، خیلی اقتصادیه، گارانتی هم داره، به کالای نو میخرید با صرفا 5 میلیون تومان. اگر تجربه خرید دارین یا نکته منفی ازش دیدید، حتما تو کامنت ها بگید که بچه دیگه هم اطلاع داشته باشن. ممنونم که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی خدا.